با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم. در این روز پنجشنبه پر از لطافت، پنجشنبه ها اصولا برای ما ایرانی ها یه لطافت خاصی داشته همیشه تاریخ، و واقعا این پنجشنبه که نهم می است و نوزدهم اردیبهشت، یه سری کرونولوژی تاریخ نگاری وجود داره. یکی از اینها مربوط به سالهای دور میشه، 570 میلادی، یعنی پیش از اسلام است، که سپاه امپراتوری ایران حبشی ها رو از یمن، همجه امروز جنگ است و جمهوری اسلامی داره در اونجا به همراه عربستان سعودی، هر دو سر این افعی مشغول به جنایت هستند. در اون روزگار هم سپاه ایران حبشی ها رو از یمن بیرون میکنه و فرماندهی سپاه ایران رو در حقیقت بهرز دیلمی به عهده داشته. نکته جالب این داستان این استش که اوست که در حقیقت این ماجرای کشتی سوخته رو، استراتژی کشتی سوخته رو ایجاد میکنه، یعنی کشتی رو آتیش میزنه و به سربازهای درون کشتی میگه کشتی آتیشه، روبرو دشمن، پشت سر دریاست، انتخابش با شماست، برای نجات بهتره که به دشمن غالب بشی و نجات پیدا میکنی و در این داستان موفق میشه. و این در حقیقت استراتژی نظامی کشتی سوخته کار این سپه بود، وحرز است، وحرز دیلمی. اما یکی دیگه از وقایع که مربوط به همین 9 می 1927، قریب 90 سال پیش، که کپتولاسیون در ایران لغو میشه و داستان قضاوت کنسولی و محاکمه مجازات متهم در کشور خود، این داستان ایران لغو میکنه. اما نکته دیگه‌ای که واسم جالبه، در چنین روزی در سال 1325 و ماجرای قائله آذربایجان رو داریم، نیروهای شوروی به فشار آمریکا مجبور میشن که ایران رو ترک کنه. اما باز در چنین روزی در سال 1358، یعنی بعد از بروز انقلاب پرشکوهمند و مستولی شدن اهریمن بر ایران، در چنین روزی 7 تن از مقامات رژیم پهلوی رو اعدام میکنه، مثل حبیب ایلغانیان و دکتر محمد بقایی یزدی و که عضو مجلس علی خرم، که اون پارک معروف خرم رو درست میکنه و یک آدم صاحب سرمایه. و ایلغانیان، سپهبد سعادتمند گیلانی، معاون و سپس وزیر اطلاعات و جهانگردی در اواسط دهه 40، و خمینی شخصا فرمان قتل اینا رو صادر. اتفاقا در
چنین روزی یعنی در دیروز رادیو در ایران هم تأسیس میشه. اجازه بده که با همین مقدمه بریم خدمت آقای یغمایی. میدانم شما بیش از من منتظر هستید که فرمایشات آقای یغمایی رو بشنوید. اجازه بده که عرض ادب و احترام کنیم، سلام کنیم با آقای یغمایی و سپاسگزار باشیم از حضورش، با توجه به اینکه این سرماخوردگی گریبان این مرد نازنین رو گرفته و رها نمیکنه و سرفه پشت سرفه. امیدوارم که، ولی روز دوشنبه نشون داد به ما که این سرفه‌هاش فقط موقعیه که خودش حرف نمیزنه، وقتی خودش شروع میکنه به صحبت خوشبختانه سرفه‌ها قطع میشه. سیزه بده که سلام کنم، عرض ادب کنم و تشکر کنم از آقای یغمایی نازنین. آقا درود بر شما. درود بر شما آقای بهبانی و درود بر هم میهنان گرامی و ارجمند. خوشحالم از اینکه باز خدمت شما و میان تیوی و هم میهنان عزیزم هست. ممنون از حضورت. ازم به حضور دوستان واقعا داشتم مجبورم دیگه، برنامه ها رو همه رو ما اینجا در خدمت دوستان هستیم. ساعت پیش آقای باسطوت سخنرانی داشتن راجع به اقتصاد و سیاست و تکلمه هم زدن به برنامه آقای یغمایی. نشون میده که ایشون هم این برنامه رو دنبال میکنه چون شمایا. اما از اونجایی که برنامه آقای یغمایی برنامه‌ایه که اون کامنت رو باز گذاشته آقای یغمایی و گفته بذار بیان پوش بدن خودشون رو تخلیه کنه، وقتی که به کامنت ها مراجعه میکنی حیرت انگیزه و نشون میده، من باور کردم این رو، که از هر 10 تا قریب 9 تاش ماموران جمهوری اسلامی است. قریب یکی کمترش از مجاهدینه، درصدی خیلی کمه که آدم معمولی مثل من و شما اونجا پیداش بشه. کمن، تعدادشون خیلی کمه، نه اینکه نیستن، کمه. اینایی که مامورن یا اونایی که مال مجاهدینن کاملا معلومه، از ادبیاتش پیداست و وقتی رو نامش هم کلیک میکنی هیچی وجود نداره. یه صفحه ایست که همین الان ساخته شده، همین الان هم بسته شده، صرفا به خاطر اینکه این کامنت رو بذاره اونجا اومده که این کارو بکنه. بر فراسوی همه این حرفا من خرسندم که آقای یغمایی استوار، چون گذشته، چون تاریخ زندگیش، بر سره حقیقتی رو که باور کرده ایستاده و از مواضعش تخطی نمی کنه، زیگزاگ نمی زنه. دوران مصدق رو داریم پی می گیریم. آقای باسطوت معتقد بوده وقتی که آقای یغمایی راجب دشمنی مطبوعات با مصدق صحبت می کرد، خوب بوده که می گفته مثلا دلیلش چیه. یا فرض کنید وقتی که آقای مهدی اصلانی کتابش رو معرفی میکرد و وصیت‌نامه های زندانی ها رو میخون، کاشکی میگفت که چرا در ایران انقلاب شد. من بعد از برنامه بعضش رسوندم که آقا این که موضوع اینجوری بخوای پیش بری، باید برسیم به حضرت آدم، از اونجا شروع کنیم خلقت جهان، بعد سلولای نمیدونم تک واحدی، بعد همجوری با آمیپا. کتاب که اینجوری معنا پیدا نمیکنه، هر کسی یه بخشی رو تعریف میکنه. اما بیایم مصدق رو نگاه بکنیم ببینیم که در اون دوره چه شرطی داشته. خب طبیعی است که توی حلقه مصدق گیر کرده، یکی دشمنان داخلیشه که باز اینا غالبا که نگاه میکنی میبینی سرشون به خارجی ها وصله، از آخوندا
تا غیره، تا پولی که خارجی ها تخص کردن بین عرازل و اوباش و ملکه اعتزادی و غیره و زاله، اینا یه بخشی از دشمنانش. یه بخش دیگهش که مهمه بین الملل و ماجرای نفته، نفتی که اون روزگار یه ارزش ویژه داشت. ولی یادم میاد که بود 4 سال پیش آقای ودیعی نازنین ما اینجا به صراحت اعلام کردن که نفت اون شرط استراتژیشو از دست داد، دیگه نمیتونی به عنوان یه سلاح ازش استفاده کنی. امروز در این دعوای ظاهری ترامپ و نظام اهریمن میبینی که قیمت نفت با وجود تحریم های فراوان بر روی ایران، قیمت نفت نه تنها بالا نرفت بلکه پایین اومد. اگه سال 1973 رو به یاد بیاریم و تشکیل اوپک، یه همینی که اویل کرایس ایجاد می، بحران سوخت در اروپا ایجاد میشه، سقف‌های طویل در آمریکا همینطور. ولی امروز چنین چیزی نمیبینیم، اتفاق نمیفته. اما در میان این بخشای بین الملل، چپهای وابسته مثل حزب توده، یه گفتم من این چند تا برنامه‌ای که آقای حمیدی درست کرد به نام انور خامه در برلین، تاریخ شفاهی رو دنبال کرد، یه سری مصاحبه های فراوان دارد با شخصیت هایی که در اون دوره از اعضای حزب توده بودن و منم این نوارا رو در خلال تکرار برنامه ها پخش میکنم تا شما هم اگر ندیدید ببینید، چون اینا رو نمیتونم در یه جای معینی قرار بدم که شما هر وقت دلتون خواست دسترسی بهش پیدا بکنید، اون حق رو ندارم، ولی میتونم اینا رو پخش کنم، این اجازه رو شفاهی به من دادن. اونجا نشون میده که واقعا در 28 مرداد چه اتفاقی میفته. بریم از آقای یغمایی بپرسیم ببینیم که ماجرای چپ و نقش شوروی آن زمان، نقش استالین در این دوران مصدق چه نقشی رو بازی میکرد. آقای یغمایی اگر موافق باشید اینجا مطلب رو آغاز کنید. بفرمایید، سراپا گوشم. با درود مجدد به شما و نیز با اشاره به اینکه تشکر از شما که این کامنت ها باز به دو دلیل، برای اینکه هم اسناد رو من میتونم بذارم، هم این کامنت ها تنظیم میکنه آدمو، یعنی آدم میفهمه که کجا داره میره. یه مسافرت کرده باشید با کشتی یخشکن، من یک دو بار تو سوئد مسافرت کردم، این کشتی یخاره میشکنه جلو میره، حرکت تو صحنه تاریخ هم اینطوریست، یعنی عده زیادی مخالفن، عده منتقدن، منتها اینایی که فحش میدن من با احترام امیدوارم که بفهمن فقط، چون من احساس دشمنی با اینا ندارم، امیدوارم بفهمن، چون نادانی بسیار بسیار دردآور، به خصوص برای کسی که نمیفهمه. یک ضرب المثلی است که البته مردگان تقصیر ندارن، میگن که از مرده و نادان خودشون ناراحت نیستن، اطرافیانشون ناراحتن، چون مرده که فوت کرده رفته، نادانم نمیفهمه داره چی میکنه. ولی مهم نیست، برای اینکه آدم میفهمه. ولی من همینجا تاکید بکنم که تو این حرکت تا جایی که توان من هست من بی نظر دارم میرم جلو، ولی نمیتونم تسلیم نظرات کسانی بشم که مثلا مصدق رو دوست دارن یا شاه رو دوست دارن، چون باید ما بفهمیم، برای اینکه هم شاه رفته، هم مصدق رفته، هم بازیگران سیاست اون دوره رفتن، تجربه اینها برای ما مونده، ما هم خواهیم رفت، ولی ایران و ایرانی باید حرکت بکنن، نیاز به شناخت و تجربه دارن تا این ماجراهای تلخ تکرار نشه و سقوط مصدق و پایان سلطنت
به رژیم ننگین ولایت فقیه نکشه که 40 سال در میهن ما رو میسوزه. انتخابی در کار نیست. تاریخ نگاریه با سمپاتی هم باید گذاشت کنار. من یک مثال میزنم و میرم بر سر موازه استالین و شوروی در اون روزگار. میگن استاد تاریخی ما داشتیم که خیلی دوست داشتیم، آقای مشروطه در یزد، که انسان میهن پرستی بود، میگفت که یک استاد تاریخ داشت تاریخ مینوشت. نوشت که در حمله سلطان جلال‌الدین خوارزمشاه در جنگ پروانه به سپاه مغول در یک حمله 300 مغول رو کشت. این منشیش داشت تماشا میگه، قلم رو برداشت دو تا صفر گذاشت شد 30,000. بعد استاد گفت که آقا این چه باید این که 300 رو بذار بکشه این پدر سوخته رو، یعنی چون سمپات سلطان جلال‌الدین بود دوستاش مغول رو بکشه. تاریخ اینطوری نیست و باید درست حرکت کرد، چون ما قصه نمیخوایم تعریف بکنیم و زیر کرسی نیستیم، روزگار تلخی رو میگذرانیم، میهنمون در خطر، باید درست. ولی ببینید، همونطوری که دفعه قبل من گفتم، شاه و مصدق در وسط میدونن، دو تا دایره، یک دایره داخلی دورشون چنبره زده از احزاب، گروه ها تا مردم ایران، چه مثبت چه منفی. دایره بیرونی 3 ابرقدرت بزرگ هست: شوروی، آمریکا و انگلیس. ما اگه اینو مجسم بکنیم، هم شاه رو میتونیم بشناسیم، هم مصدق رو در کنش واکنش به این دو دایره. من اندکی از برخی نیروهای داخلی مثل فلسفی و کاشانی و بهبهانی و نمیدونم برادران رشیدیان و طیب و شعبان جعفری و ملک اعتزادی گفتم و باز هم خواهیم گفت در برنامه‌های بعدی، چون تک تک این چهره‌ها رو باید شناخت منصفانه تا ما بتونیم جلو بریم. الان رو دایره خارجی هستیم، برای اینکه بدونیم مصدق فارغ از اینکه ما طرفدار شهریاری باشیم و به مصدق دشنام بدیم بی‌ادبانه، که این شایسته نیست، ایرا اگر ما در دوره رژیم گذشته، من در دوره کودکی با برخی از این بزرگان در دفتر حبیب یغمایی کوچیک بودم، برخورد میکردم، کسایی که میامدن مثل شجاع‌الدین شفا و دکتر خانلری، ایرج افشار، اینها ضد سلطنت بودن و انسان‌های بسیار فرهیخته و باشعوری بودن. ببینید، باید درست برخورد کرد در رابطه با تا شناخت، در رابطه با شوروی که در حقیقت باید گفت استالین، باید دید که چرا در حالی که یک جنبش ملی در ایران در جریان بود، جنبشی که به هر حال نفت رو میخواست ملی بکنه، معتقد بود که باید آزادی باشه، ما به انتقاد مصدق مدت خواهیم رسید به ضعفش، ولی الان رو بقیه است. چرا این کار کرد؟ ببینید، اون موقع استالین حاکم بود، دو ضرب رهبر شوروی بود. سرگذشته استالین را میدونید، کارهایی که کرد از مثبت تا منفی، تا کشتارها، تا سرکوبها، و من یک مثالی میزنم بدونید که تا چه حد این قدرت داشت. فکر کنم تو خاطرات کازانزاکیس میگه که انقلاب شوروی که پیروز شد، من رفتم به شوروی تو دفتر، فکر کنم تو کتاب گزارش به خاک یونانی، ماکسیم گورکی، تازه مثلا یک سال از انقلاب، دو سال از انقلاب گذشته بود، ماکسیم گورکی در رو بست زمان لنینی و نشست پشت میز با آرامی گفت یواش صحبت کنیم، نمیشود سخن گفت. این پدر ادبیات شوروی است در عصر لنین و دوره است که اولین روزنامه مسک تعطیل شد مال اون بود، برای اینکه از ملوانان شورشی دفاع کرد، اونا رو بستن به گله اینا. بالاخره یه رژیمیه که سیاسفید میبینه، امپریالیزم، کاپیتالیزم و سوسیالیزم و کمونیسم، اونم تو دوره استالین. بنابراین هیچ جنبشی رو مگر اینکه در خدمت خودش باشه به رسمیت نمیشناسه. بارها استالین گفته بود فقط موقع این میتونه مشروع باشه، جنبش مصدق، بعد من اسنادشو میذارم، که به ما وابسته باشه. جنبش های جهان سوم مثل گاندی، نهرو، مصدق، اینا مورد علاقه استالین نبود، میگفت که اینها وابسته به غرب خواهند شد. این نقطه اول بود، یعنی بحران هایی که اتفاق میفته
اگر به ما وصل نباشه اعتباری نداره. صریحا میگفت که حزب کمونیست باید در اون دخالت داشته باشه تا قابل اعتبار و اطمینان باشه. نکته دیگه این بود که میگفت یه رقابتی است بین آمریکا و انگلیس، یعنی این نظر بالاخره نظرگاه شوروی در اون دوره بود با بیان استالین، درگیری شکل گرفته. انگلیس یک امپریالیسم فرتوت و فرسوده است، ولی آمریکا یک امپریالیسم گردن کلفته که قرار جانشین انگلیس بشه. بنابراین شوروی ترجیح میداد که این امپریالیسم فرسوده انگلیس بماند از دیدگاه استالین و آمریکا حضور پیدا نکنه، و این یکی از نقاط تضادش بود. یعنی تهش در میاد که طرفدار حفظ وضع موجود بود و معنای اقتصادیش اینه که با ملی کردن نفت و پس دادن دست انگلیس، این آمریکایی‌ها هستن که قدرت میگیرن. خب بعدش هم که سال درست یه دو سه ماه قبل از اینکه 28 مرداد برسه استالین مرد و سیاستی که جانشینان اون پیش گرفتن خروشچف این بود که سیاست سازش بود، سیاست همزیستی مسالمت‌آمیز با غرب بود دیگه. اون تیزی و تندی دوره استالین از بین رفت و ما شاهد بودیم که در دوره مصدق بارها اینا تقاضا کردند که این طلاهایی رو که ایران طلبگاره، خیلی زیاد پول زیادی داده بودن در دوره جنگ جهانی دوم، قرار بود بدن. هر سال هم بانک ملی این رو به عنوان ذخیره خودش اعلام میکرد به شوروی و شوروی میپذیرفت، ولی به هیچ وجه اینها رو در دوره که مصدق تحت فشار بود ندادن. ولی در دوره زاهدی پس از اینکه سقوط کرد مصدق، این طلاهایی رو که بدهکار بودن پرداخت کرد. ببینید این چند نکته است، باز هم نکات بسیار زیادی تو این زمینه هست. یک اسناد منتشر شده به اسم اسناد مولوتوف که تقریبا به روشنی سیاست شوروی رو در زمان دکتر مصدق توضیح داد. مثلا رو نکات مختلفی تاکید کرده که سیاست شوروی در اون دوره بر مبنای حل مسائل اقتصادی و امنیتی بود و عدم اطمینان به ملی گرایان بورژوا، و اینها رو در طیف خلاصه آمریکا میدید. به خصوص ضربه ای هم که قبلا خورده بود شوروی، هنوز زخمدار بود از ماجرای آذربایجان که قبلا صحبت کردیم، اومد اونجا اون حزب دموکرات آذربایجان و بعد تا اندازه‌ای خلاصه نفوذ در کردستان با قاضی محمد و زخمی بود، و همین دلیل خوشش نمی اومد از این ملی گرایانی که قبلا از قوام خورده بود و حالا نسبت به مصدق بدبین بود. در سالهای آخر عمر استالین این سیاست کمی تفاوت کرد، ولی نه چندان زیاد. و جالب اینه که سیاست شوروی خود استالین بیش از مصدق به طرف کاشانی متمایل بودن، خیلی جالبی، و فکر میکردن که اون رادیکال تره، ضد امپریالیسته، ضد شورویه و نزدیکتره. نکته دیگه ای که سیاست شوروی در اون دوره تعیین میکنه این کشورهای مثل ایران، ترکیه، یونان برای استالین اهمیت درجه یک نداشتن، با اینکه کلی صدها کیلومتر مرز داشت با ایران. ولی وقتی که به اسناد مولوتوف آدم مراجعه میکنه، استالین اینها رو گاه میکشید جلو، گاه پس میزد، و علاقه چندانی بعد از رفتنشون از آذربایجان و ماجراهایی که اون دوره رخ داد، زیاد علاقه به مسائل داخل ایران در کنار این چیزا نداشت. نکته دیگه سر حزب توده که دونه اسناد حزب توده مولوتوف میگه که علارغم این که این حزب خیلی خوب مثل حزب مادر بود، داراش دولت مادر بود، ولی در مسکو بررسی کرده بودن که حزب توده پایه مردمی در میان مردم نداره و نمیتونه کار زیادی، و میگن که استالین به پیشوری
نصیحت کرده بود که حزب توده اهمیت چندانی نداره، مصدق رو ضعیف میپنداشتن، کسی رو که روش تاکید میکردن کاشانی بود، میگفتن که او رهبر مردم ایران کاشانی است و اوست که میتونه مردم رو برای مبارزه با انگلیس و آمریکا بسیج بکنه و باید رفت به طرف اونا. و در مورد تجارت و قرض هم اینا مصدق رو ضعیف کردن به این دلیل که میگفتن اگر به اونم بدیم نهایتا نمیتونه بیسته جلو انگلیس و آمریکا و ما ضرر خواهیم کرد. نکات باز هم زیاده، ده ها نکته هست. مثلا این در اسنادی که جان فوستر دالیس وزیر امور خارجه آمریکا در سال 1953 یادآور شده، میگه که یک روحیه ناسیونالیستی در خاورمیانه پیدا شده که قاطر مخالفت با قدرت‌های غربی تعصب فزایندهی به خود میگیرد. و جالب اینه که از اون ور آمریکا و انگلیس تو این دوره که حالا خواهیم رسید مصدق رو خلاصه روسی میدونه، روسی و این طرفدار شوروی میدونستن که آقا به خمینیستا میخواد پروبال بده و در رابطه با غربی ها تعصب نشون میده و این نهایتا به نفع شوروی تموم شه. از این بعد شوروی میگفت که مصدق خلاصه وابسته به آمریکاست، بیشتر آمریکایی است و ما باید حواسمون باشه که از طریق مصدق نخوریم. و به همین دلیل هم پول بهش نداد. بحران مالی دولت مصدق به دلیل این پولهایی که ایران طلب داشت و رفته بود زیر فشار، چون یه نوع تحریم اقتصادی که حالا خواهیم رسید که دچار شده بود که بارها مصدق از آمریکا تقاضا کرد که بهش قرض بده و حتی برخی گفتن که خیلی کوتاه اومد حتی با التماس، ولی انگلستان نذاشت و آمریکا هم قرض رو نداد و طلبی رو هم که ایران از شوروی داشت نداد. و به همین دلیل بحران مالی دولت مصدق بسیار بسیار شدت پیدا کرد و یکی از عواملی که موجب نارضایی اجتماعی شد و برخی رو کشون به طرف جناب مقابل همین واسه فشار مالی بود که اومد روی دولت مصدق. بعدش هم که بعد که استالین مرد، همینطور که اشاره کردم، وضع فرق کرد و دیگه در حقیقت نمیخواست درگیر بشه، به خصوص که آمریکا به شوروی گفته بود اگر شما دخالت بکنید انگلیس وارد جنگ با شما خواهد شد و اینها به خاطر خلاصه خطراتی که این جنگ میتونست کره رو کل زمین رو تهدید بکنه خلاصه دست نگه داشت. نکات دیگه هم اشاره کردن، میگن که با روی آمدن حکومت مصدق دولت شوروی شروع کرد به فرهنگ ایرانی زدایی در آسیای میانه و این رو الکساندر آدلر شوروی شناس در فیلم مستند پیرامون نهضت ملی شدن مصدق خلاصه نشون داده که اینها عوضی که همراهی بکنند ابراز وحشت میکردن که این جنبش ملی ممکنه که روحیه ناسیونالیستی رو تو کشورهایی که قبلا جزء ایران بودن سرزمینهای تحریک کنه. و همین دلیل یه نوع دشمنی فرهنگی هم اینجا ما شاهدیم. و آدم یاد یه نکته میفته که باستانی پاریزی اشاره کرده بود، میگفت که یک هیئتی، نمیدونم فروغی بوده سعید نفیسی بودن یادم نیست، توی کتابای باستانی میرن تو آذربایجان شوروی و اونجا یه فرصتی میشه که با چند تا از پیرمردا صحبت بکنن، کسانی که عهد جوانیشون خلاصه یادشون پدرشون گفته بود ما جزو ایران بود. بهشون میگه الان حکومت سوسیالیستی هست و خلاصه وضع خوبه، آیا شما راضی هستی؟ یه پیرمرد مسنی میکشه کناری که از این آدمی روایت ما از قول باستانی پاریزی میکنم، میگه آقا این درختی که میبینی زمان قاجارها پدران ما رو میبستن به این درخت شلاق میزنن به خاطر مالیات، من دلم میخواست که من ایرانی هستم منو شلاق میزدن ولی جدا نمیشدم از وطنی که طلب من. این نقل قول سنی روحیه ملیگرایی برحال و میانپرستی وجود داره، هرچند که بعض وقتا مثلا گرایش به یک حکومت استبدادی مثل دوره فتحعلی شاه و نمیدونم محمد شاه باشه. بعد یکی از نکات دیگه که
موجب میشد. اینو آنتونی ایدن میگه، میگه که ما به روسا هشدار دادیم، این از سازمان دهندگان ماجرای 28 مرداد در خاطرات خودش می نویسه، ما به روسا هشدار دادیم بدون نفت حیات غرب غیر ممکن است. اینه پس از خاطرات ایدن من دارم می خونم. و اگر از روسیه شوروی عملی در جهت مخالفت غرب سرزند، انگلستان وارد جنگ خواهد شد. روسیه این اخطار را جدی گرفت و وقتی اختلالات یعنی شورش را رخ نمود، حرکاتشان محتاطانه شد. نکته دیگه از قول مورخ و دوله سپهر است در رابطه با ارتباط ظاهری با سفارت روسیه، میگه در منزل محمد علی کشاورز سعد سخنگوی وقت جبهه ملی که با حضور ابوالحسن بنی صدر خلاصه انجام شد، علت سقوط روسیه در ماجرای 28 مرداد را اینسان توضیح داد: زاهدی به من مأموریت داد نزد سفیر روسیه بروم و به او بگویم هرگاه حزب توده خود را وارد ماجرا نکند، من قول میدهم در ایران با آمریکا پایگاه نظامی ندهم و ایران وارد پیمان نظامی نشود، اما اگر حزب توده وارد عمل شود، غیر از سرکوب بیرحمانه کمونیست‌ها با آمریکا پایگاه نظامی میدهیم و وارد پیمان نظامی هم میشویم و شوروی اینجا جا میزد. نکته دیگه مخالفت روسیه بود با سیاست موازنه منفی دکتر مصدق که از دوره مجلس 14 شورای ملی این مطرح شد و موافق نبود و مصدق طرحی رو گذروند که هیچ نخست وزیر و وزیر و اشخاصی که کفالت از مقام آنها یا معاونت میکنند نمیتوانند راجع به نفت با هیچ یک از نمایندگان رسمی و غیر رسمی دول مجاور و غیر مجاور و یا نمایندگان شرکت‌های نفت و هر کس غیر از اینها مذاکراتی که اثر قانونی دارد بکند یا اینکه قراردادی را امضا کند. ببینید روسیه نظر برای از حقیقت صحبت می‌کنه، نظر به نفت شمال داشت. مدت ها زمانی که از قوام سلطنت صحبت می‌کردیم می‌خواست اون رو بگیره بعد از جنگ جهانی دوم، ولی قوام هوشیاری به خرج داد و خلاصه گول زد اونها رو و اگر نیروهاتون رو ببرید من کوشش میکنم، بعدم این کار رو نکرد، قانونی تصویب شد که نمیتونه این کار رو بکنه بره. و از همون وقت زخم خورده بود و وقتی که این قانونم تصویب شد، این اقدام مصدق به شدت مورد خشم روسیه و استالین قرار گرفت و گفت شما دارید با روسیه دشمنی میکنید. مصدق در پاسخ پیام سفیر روسیه نامه ای نوشت که بین این جملات: راجع به نفت شمال ایران که ابتکار پارلمانی این جانب موجب بدبینی و دلتنگی مأمورین اتحاد شوروی گردید و حتی رادیو مسکو استناداتی به این جانب داد که استحقاق آن را ندارم، لازم است عرض کنم که به دلایل تاریخی و تجربیات تلخی از امتیازات داری موکلین من اصولا با هر گونه امتیازی که راجع به منابع ثروت مملکت به داوطلبان غیر ایرانی در قلمرو ویران داده شود خوشبین نیستند. ببینید اینجاست که ما میتونیم بفهمیم که به هر حال این باز هم هست ده ها مورد که اینجاست که این ماجرای 28 مرداد همراهی سیاست روس رو هم با خودش داره اگر ما منصف باشیم. خلاصه همون زمان موقعی که درخواست امتیاز نفت از سوی روسا شده بود، خلاصه حزب وابسته بون حزب توده که بعد در موردش صحبت خواهیم کرد، نقاط مثبت و منفیش، خلاصه تا اونجا جلو رفت که کلی دلیل و برهان تراشید و مطبوعات حزب خلاصه حمله کردند و نوشتند که اما درباره مطالبات ایران از شوروی باید بدانیم پس از ورود ارتشهای شوروی انگلستان به ایران در سال 1920 طبق قرارداد دوستی و همکاری که بین ایران و متفقین به امضا رسید، دولت ایران تعهد کرد که برای هزینه‌های ریالی متفقین اینقدر اسکناس بده، اینقدر نمی‌دونم امکانات بده و خلاصه الان اینها ریششون گیره. یعنی کلی مسائل دیگه بود که درگیر بودن، مثلا طلبی که ایران داشت بابت حقوق گمرکی کالاهایی که دولت اتحاد شوروی به ایران وارد بازار 50 میلیون تومان طلب داشت، بابت فروش اسلحه و مهمات کارخانجات ارتش ایران 50 میلیون طلب داشت، بابت حمل 6 میلیون تن وسایل نظامی 8 میلیون دلار طلب داشت و اینها رو ندادند و
دنبال این بودند که با فشار خلاصه مسائل خودشون رو تحمیل بکنند که دکتر مصدق زیر بار نرفت و به مجموع خلاصه سیاست شوروی در عهد مصدق سیاستی بود که در کنار سیاست‌های دیگه موجب سقوط شد. بعدها کلی اسناد از من جمله عبدالحسین مسعود انصاری که در رژیم قبل سفیر بود میگه که خروشچف ضمن گله از پیوستن ایران به پیمان و بغداد گفت ما از تیرگی روابط با همه کشورها به خصوص با همسایگان گریزانیم. یکی از ایرادات بزرگی که ما به سیاست خارجی استالین وارد میکنیم این است که او نسبت به ترکیه رویه خیلی نامعقولی پیش گرفت و گفت دولت شوروی نسبت به بعضی قطعات خاک ترکیه ادعا دارد و حتی حاضر شده بود عهدنامه دوستی با ترکیه را فسخ کند. خلاصه کلی توی زمین بحث میکنه که الان عوض شده و من توی زمین بحث رو اجالتا متوقف میکنم چون واقعا طولانیه. فقط با یه نقل قول از زیرکزاده از شخصیت‌های معروف اون دوره که در مورد علت رفتار روسیه شوروی از خاطرات خروشچف نقل میکنه که روزی در حضور استالین صحبت از ایران به میان آمد. استالین گفت ایران را کنار بگذاریم چون منطقه نفوذ آنگلوساکسون است و خلاصه این تقسیم بندی که تو جنگ جهانی دوم کرده بودند به نوعی مورد احترام دو طرف بود. و من اضافه میکنم دعوا سر لحاف ملاست. اگر ما تعصب کنار بذاریم ایران نفت داشت، ذخایر عظیم داشت و مساحت فراوان و به عنوان تومه هر سه طرف قضیه اینو مثل کیک میخواستن تقسیم بکنن و بخورن و ما باید اگر میخواییم صحنه رو درست ببینیم فارغ از دشنام و بد و بیرا به مصدق یا اینکه نقاط مثبت آمرزش و پهلوی باید بفهمیم که ما قربانی بودیم و هنوز هم هستیم. یعنی هیچ کدوم از این دولت‌هایی که بیرون دایره بزرگ ایستاده بودند کوچکترین ترحمی نسبت به مردم آب و خاک ایران نداشتند و می‌خواستند غارت کنند و ببرند. یکی نفت رو می‌خواست ببره، یکی شیلات رو می‌خواست ببره، یکی از دعوای شوروی با ایران سر خلاصه تمدید مقوله شیلات بود که مصدق حاضر نشد چون زمان رضا شاه قراردادی بسته بودند، می‌خواست دوباره 40-50 سال دیگه تمدید بکنه. وزیر با نرم مصدق گفت واقعی که من نفت رو ملی کردم چطور میتونم شیلات رو بدم به شما و در مقابل مردم حرفی داشته باشم. این یک اشاره اندکی است که من این اسناد مولوتوف رو این دفعه همش رو میذارم زیر یوتیوب که خود همینان گرامی بخونن و ببینن که چه وضعی در اون دوران بود و مصدق تو چه جدول و چه دایره‌ای در حال درگیری. ممنون. اما آقای یغمایی نازنین متاسفانه روی دوربین شما یه لکه‌ای هست، لطفا اینو پاکش کن برای اینکه این یه لکه هست. منم چیه بزنیم چطوری شد مثل که رفت. نه این یه چی نوره عزیزم، اب نداره، کارش نمیتونی بکنی. نه صداتون رو نمیشتم ولی خوب شد. غیز از سر دوبینو بده بالا. نه خوبه همین چی خوب. عرضم به حضور شما که یاد یک قصه افتادم که گفتش که این بخشی از تاریخ دین بهاییست. میگویند که علی محمد باب که درس طلبگی میخوند و اون موقع خب مدارس به این سبک بود، مدرسه دیگه‌ای وجود نداشت. حتی در همین اروپا هم که راجب دانشگاه‌های نمیدونم معتبر و کهنه صحبت میکنن مثل لوند در سوئد، نمیدونم آکسفورد، کمبریج در انگلستان، اینا مدارس مذهبی بودن در حقیقت، کلیسا بود، کشیش پرورش میدادن. مدرسه به سبک امروز و مدرن که وجود نداشته. بنابراین هر کی میرفته درس میخونده در این زمینه ها درس میخونده، در کنار اینم علوم دیگر رو تجربه میکرده، میخونده، با هم به موفقیت میرسیدن، نامشون در تاریخ باقی میمونه. میگن علی محمد باب که در
کلاس درس سید کاظم رشتی درس میخونده، یه روز بحث نور ولایت بوده که چجوری نور به هر کسی که بتابد وضعیت دیگری پیدا میکنه و رو میکنه به علی محمد و میگه مثل همین نوری که از پنجره به روی علی محمد افتاده، مثل همین نوره، نور ولایت. و همین داستان باعث میشه که اون سرنوشت رو علی محمد پیدا کنه. من نگرانم که این نور ولایت یه چنین سرنوشتی بر شما رقم بزنه. حال مراقب نور ولایت باش. اما از ماجرای شوروی اندکی گفتی، ولی خب همه میدونن که حزب توده حزب وابسته به برادر بزرگتر بود و هرچی برادر میگفت اجرا میکردن. حتی در همین سلسله گفتگوهایی که من راجبشون صحبت کردم اشاره میکنن که اینها آماده شده بودن برای اینکه بیان به خیابون و حمایت کنن یا کاری انجام بدن، همه بر سر مأموریت خودشون حاضر بودن. اتفاقا این روایت رو در مورد دوران محمد رضا شاه هم همین رو تعریف میکنن. سعدی عصار، برادر سرهنگ سیف عصار، سرهنگ سیف عصار هم آدمی است که در سال 42 مأمور میشه، میره خمینی رو دستگیر میکنه در قوم و کتبسته میارش به تهران. سعدی عصار برای من تعریف کرد که ما قرار شد که در یه عملیاتی بریم و به حدود 2000 تا آدم رو دستگیر کنیم. طرح برنامه چیده شد، همه آماده شدیم، رفتیم در محل، مستقر بودیم، منتظر فرمان بودیم که از خروس لاری به مرغ همسایه، نمیدونم شاهین پرواز کرد، از این حرفا رمز رو بگن. ما هی منتظر شدیم، ساعت شد 8 صبح، خبری نشد. بعد یهو فرمان دادن که مسئله ملغاست و برگردید به خانه. و هنوزم سعدی عصار رحمت الله علیه برای من تعریف میکرد که هنوزم در حیرتم که چه اتفاقی افتاد. اگر ما اون در رو دستگیر میکردیم، قرار بود دستگیر کنن، اینا رو ببرن به جزیره خارک و اون طرف ها، قشم و خارک و همینجایی که میرن تفریح، اون جزیره معروف. گفت ولی ما نمیدونیم که چرا این عملیات اجرا نشد. خیلی کسان به این نکته در کتابهایی که نوشتن اشاره کردن. همین ماجرا در مورد حزب تودم هست. این روایت که این دوستان میگن، میگویند که ما آماده بودیم، منتظر شدیم، ولی هیچ فرمانی نیامد و ما حیران، نمیدونستیم چیکار بکنیم. و یکی از دلایلی که بعدا عده‌ای از اینا دستگیر شدن همین سرگشتگی و بی‌برنامگیشون بوده که هیچ وقت معلوم نشد که چرا این اتفاق نیفت. اما این حزب مثل سایر بخشای جامعه هم دلاورانی، شخصیتهایی تو دل خودش داشته. شما آهن وقتی به داستان زندان مشهد اشاره میکنی، به عده از اینام اشاره میکنی. دلم میخواد فارغ از حب و بغض و تنگ نظری بریم ببینیم که این حزب چیکار کرد. خیانت کرد، خدمت کرد و بازیچه دست استالین بود؟ چی بود؟ چی فهمیدی از تحقیقاتی که انجام داد؟ بفرمایید تا بشنه. ببین آقای بهبانی، من معتقدم واقعا بنا به تجربه شخصی و به خصوص تجربه این 36-7 سالی که اینور مرزهای ایرانم، از سال 61 تا الان عمری است، اینو من با تمام وجودم حس میکنم که بدون پاسفت کردن روی هویت ملی ما بازیچه خواهیم شد. یعنی چند روز قبل یه صحبتی من جایی داشتم که گفتم که باید
ما اگر کمونیستیم، کمونیست ایرانی باشیم، طرفدار شهریاری هستیم، نخست باید ایرانی باشیم، ملی هستیم باید ایرانی باشیم. این بحث هویت ملی رو اگر ما از دست بدیم بازی چه خواهیم شد؟ یعنی چیزایی که تو ذهن من هست ممکنه انسانهای فریخته و تواناتر بتونن چیزایی اضافه بکنن. ما مشترکاتمون خاک ایران هست، ملت ایران هست که تشکیل شده از اقوام مختلف و این ملت با اقوام خودش فرهنگ مشترک و تاریخ مشترک داره. من همینجا تأکید بکنم که فرهنگ ایرانی ساخته همه اقوام هست، من جمله خوبه بدونیم سرود ایرانی، سرود محبوب روی یک تم، یک خلاصه آهنگ لوری خالق اینو ساخته و ما رد پای موزایی که بسیار زیبا و تاریخی است که هر گوشه این رو کسی ساخت. یک گوشش رو یعقوب سیستانی ساخت، یک ورش رو ستارخان آذری ساخت، یک طرفش رو نمیدونم میرزا کوچک‌خان گیلانی ساخت و بابک آذری الی آخر. اگه ما نگاه بکنیم میبینیم که چه خبره. این هویت رو اگر ما پامون روی سفت باشه، اون وقت کمونیست ایرانی خواهیم بود، ملی‌گرای ایرانی خواهیم بود، مذهبی ایرانی خواهیم بود، وگرنه بازیچه خواهیم شد. و حزب توده یکی از قوی ترین حزبایی است که در تاریخ ایران تشکیل شده، افراد زیادی رو جذب کرد، واقعا تبدیل به یک قدرت بسیار قابل توجه شد. فقط هم کمونیست ها توش نبودند، حتی تو حزب توده اون موقع کسی بود که آخوند بود، روحانی بود، ولی میتونست عضو این حزب بشه یا مثلا یه اعتقاد دیگه داشت، یعنی گسترده شده بود. این حزب و این نیرو یکی از کارهای مثبتی که کرد وارد کردن یک فرهنگ نوینی بود که ادبیات نوین، شعر نوین، داستان نویسی ما، شما نگاه بکنید حدود 80% نویسندگان و شاعران ایرانی توی دوره عضو این حزب، حتی صادق هدایت گرایش داشت، حتی احمد شاملو گرایش داشت، خیلی ها، هوشنگ ابتهاش، نمیدونم کسایی که بعد اومدن بیرون، یک دوره جذب این حزب شدن، استفاده کردن. من یادم مدتی که با استاد فریدون ناصری دو سه سالی من برخورد داشتم به خاطر سرود، او هم که یک آدم واقعا در حقیقت آنارشیستی بود، تو تفکر و زیر باره چیزی نبود، یه مدتی عضو حزب توده بود و تعریف میکرد از کارهایی که حزب توده به عهده ما گذاشته بود، قوی تر کردن زبانمون بود و هر عضو باید سالی یک کتاب یا دو کتاب رو ترجمه بکنه بده حزب که منتشر بکنه. یک خلاصه کار بزرگی اینا انجام دادن و تو زندان آدم های فداکارتشون کم نبود. همینطوری که اشاره کردی، من تو زندان مشهد شانس اینو داشتم که با سه نفرشون مدت دو سال خورده ای همبند باشم، آقای رضا شلتوکی، ابوتراب باقرزاده و اسماعیل ذوالقعد، که وقتی من رفتم زندان سال 1154 اینها از سال 31-32 زندان بودن، یعنی تقریبا قبل از تولد من. که من یادم از آقای باقرزاده پرسیدم شما چقدر محکوم شدید، گفت تو چند سالته؟ من اون موقع 21 سالم بود، گفت که حدود 7-8 سال قبل از تولدتون اومدیم اینجا و قبلش هم زندان بودیم. بعدش هم همه اینا رو رژیم خمینی کشت، یعنی تیبارونشون کرد. آدم های خیلی فریخته بودن، کلی کتاب ترجمه کرده بودن، مثلا آثار گورکی رو آقای شلتوکی یا باقرزاده یکی از اینا ترجمه کرد. ولی مشکل اصلی که ما فارغ از خوب و بغض باید ببینیم، و همچنین من اینو بگم که تو دوره سال 31 به بعد حزب توده به عنوان یک عنصر مثبت در کنار مصدق عمل کرد خیلی اوقات، یعنی این رو باید دید و همش بدگویی نکرد، باید نقد درست کرد. ولی چون حزبی بود که به هر حال حزب مادر تصمیم گرفت چیکار بکنه، این تراژدی که تو ایران بارها اتفاق افتاده، شما نگاه بکنید حتی میرزا کوچک‌خان جنگلی اون دوره دوم و پایانی به هر حال به نوعی تحت تأثیر بود و تا یه قراردادی امضا شد بین حکومت جدید و شورش فرونشست، تمام این جنبش ها به باد رفت، برای اینکه یک پرش گیر بود توی
خلاصه حزب مادر، حزب توده و ازعاف. این تیپی بود، انسان‌های فریخته، انسان‌های فداکار، انسان‌هایی که کلیشون زندان رفتن، کشته شدن، ولی نمیتونست مستقل عمل بکنه به عنوان ایرانی. این برحال زیر نظرگاه کسی بود که بارها استالین خودش رو گفته بود من این مرز رو دوست ندارم، مرز آذربایجان و ایران و شوروی رو، یعنی دوست داشت این تیکرم خلاصه قورت بده و پیوند بده به شوروی. و این مجبور بود که این حزب، اگرچه افرادی حتما توش بودن که ممکنه باور نداشتن، ولی فرمان بده. ببینید این حزب تو فضای جنگ سردی که بین شوروی و آمریکا و انگلیس برقرار بود و هر کدوم داشتن منافع خودشون، در از یکی دنبال نفت بود، یکی دنبال شیلات بود، یکی دنبال این بود که خلاصه نفوذ سیاسی تو ایران داشته باشه و حتی ایران رو به خود اسنادی هست که قشنگ دنبال این بودستانه که اگه موفق بشه مثلا با یه انقلاب مثلا سوسیالیستی بتونه همون کار رو که تو کشورهایی که به خودش پیونده تو ایران هم بخونه. یک بار این حزب بود، طبقه حاکم، شاه، دربار، زمینداران، رهبران و محافظه‌کار مذهبی، اینها حاضر بودن توی دوره‌ای که دیدن که خلاصه باد از طرف دیگه میاد، حاضر به هر معامله‌ای بودن. تو این وضعیت طبقه‌ای که وفادار بود به مصدق در دوره پایانی قدرت مصدق، یه طبقه متوسطی بود که اونطوری که برآورد میکنن میگن که حدود 13% جمعیت فعال کشور بود. در این میان نمایندگی سیاسی طبقه کارگر و بخش فقیر و متوسط جدید بدون تعارف منحصرا در اختیار حزب توده بود و متاسفانه این حزب نسبت به دکتر مصدق سیاستی متغیر داشت. یعنی وقتی ما نگاه میکنیم بارها و بارها میبینیم که حتی اعلام خطر میکنه، میخواد کمک بکنه، ولی چون که همون مقوله گفتم روی زمینه ملی نرویده بود، روی زمینه بیرون از خلاصه هویت ملی رویده بود، بنابراین اختیارش دست خودش نبود. نمونه‌ای هست که مثلا میگن تا پیش از 30 تیر و با وجود کابینه اول دکتر مصدق که با حضور گلشایان و زاهدی و بوشهری و لطفی خلاصه تشکیل شده بود، من جمله این حزب نظری منفی به مصدق داشت و رسماً اون رو همراه و همدل امپریالیسم نو یعنی آمریکا میدونست و فقط 3 نفر، یه اقلیت 3 نفره تو این حزب بودن که مصدق رو باور داشت. بعد از اینکه واقعه 30 تیر اتفاق افتاد و مشخص شد که مصدق خلاصه امپریالیسم جدید روی خوشی نداره، دنبال منافع ملی هست و سیاستش چیز دیگه است، حزب توده در اتحاد با دولت ملی دکتر مصدق قرار گرفت و حمایت خودش رو قویاً از تصمیمات مهم جبهه ملی مثل محدود کردن اختیارات شاه در ارتش، تلاش دولت برای مدیریت اقتصاد بدون نفت و انحلال مجلس 7 اعلام کرد و به حمایت از دولت پرداخت. و به همین دلیل برای اینکه مصدق رو نگران نکنه، چون مصدق وضع دوره قبل از این ماجرای 28 مرداد خلاصه وضع تهران یه مقدار آشفته بود و میخواست که مردمی که ازش حمایت میکنن جمع بشن از خیابونا. حزب توده اینجا کوتاهی کرد در اینکه میخواست مصدق رو نگران نکنه از موضع خیر، ولی کوتاهی کرد از اینکه این خطر رو گوشزد بکنه در حالی که افرادی مثل خلیل ملکی خلاصه مخالف این حرف. نمونه‌های دیگه هم بود که وقتی ما نگاه می‌کنیم می‌بینیم که بعضی وقتا مثلا اعضای حزب توده به خصوص افسرانش کاملا فعال برخورد می‌کردن. مثلا خسرو روزبه خلاصه رئیس دایره اطلاعات حزب بود و اطلاعات زیادی داشت، از افسران کسب می‌کرد که وضعیت چطوریه و چه خطراتی مصدق رو تهدید می‌کنه. یکی از کسانی که در این زمینه شهادت داده محمد علی عمویی است که
اسناد زیادی در اختیار گذاشته با صحبتاش نوشته‌هاش که اعضای سازمان افسری حزب توده بود و در مورد خبررسانی حزب به دکتر مصدق میگه آقای مهندس ناصر بانکی در آن زمان عضو سازمان جوانان و دانشجوی دانشگاه تهران بود، دوستی داشت به نام آقای فیاضی، فیاضی برادری داشت که افسر گارد شاهنشاهی بود. اینا میبینن که اینا با لباس کامل و شمشیر و اسلحه برادرش خلاصه در یک کاری میکنه و با برادرش صحبت میکنه، میفهمه اینا قصد خلاصه شوریدن علیه مصدق رو دارن و به مصدق خبر میدن و خطر رو خلاصه بهش گوشزد میکنه. این ناصر بانکی در ارتباط با بالاترین مقام حزبی که عضو کمیته ایالتی تهران بود خبر رو منتقل میکنه و اظهار میکنه که این خبر خیلی فوریه و باید بلافاصله به نظر اعضای کمیته مرکزی برسد و این خبر میرسه کسایی مثل مازیار بهروز، سرهنگ محمدعلی مبشری که خودش عضو فرمانداری نظامی تهران بود. یعنی حزب توده واقعا نفوذ عظیمی داشت تو سیستم ارتش و دولت. سرگرد مهدی همایونی عضو گارد سلطنتی و سروان محمد پولاددژ که در سازمان افسری حزب بودند و در میان کسانی که می‌خواستن علی مصدق توطئه بکنن نفوذ داشتن و اخبار اطلاعات رو در اختیار حزب مصدق قرار می‌دادن. می‌بینیم که تو دوره‌های این حزب کلی فعالیت کرد که حتی این آقای کیانوری که سرنوشت رو در دوره ولایت فقیه شاهد بودیم میگه که سرهنگ محمد علی مبشری خبررسان اصلی بود که اسامی برخی از افسران خلاصه خیلی بلند مرتبه رو که میخواستن این ماجرا رو فیصله بدن و مصدق رو سرنگون بکنن این جمع کرده بود و به حزب رسوند و ما به اطلاع مصدق رسوندیم. ببینید این حزب تو صحنه ادبیات، تو صحنه فرهنگ، تو صحنه خلاصه خیلی کاراش مونده. مثلا ما میبینیم که یه نسلی از نویسندگان و خلاصه روشنفکران تربیت کرد، این مثبته. خیلی کارهای مثبت تو اون دوره کرده. ولی ضربه جایی فرود میاد که خودش نمیتونه تصمیم بگیره. مثلا ده ها نمونه است از رساندن نامه که با موتور میرفتن دفتر نخست وزیری از طرف کمیته مرکزی حزب توده که در آن زمان غیر قانونی بوده، یعنی مصدق هم غیر قانونی بوده، لغو نکرده بود ولی باشون به نرمی برخورد میکرد. یه که نامه رسوندیم به آقای مصدق، آقای دکتر مصدق وقتی نامه را خواندن به من گفتن شما این افرادی را که از آنها نامرده شده را میشناسید، آیا محتوای این نامه به نظر شما میتواند صحیح باشد؟ من عرض کردم با شناسایی که بنده از این افراد دارم صحیح است. محمد مصدق خود نیز بر وجود چنین تماسی و این فرد سهه میگذاره ولی از حزب توده نام نمیبره. شنبه 24 مرداد بین ساعت 6 و 7 کسی تلفن میزنه به خانه مصدق میگه که عده‌ای مأمور شدن که در این شب کودتا کنن. ببینید تا حتی اواخر کار ما میبینیم که اینها در ارتباطن و فعالن ولی سازمانی است که چون رگ اصلی به قول معروف سرخ‌رگ این پیکرش در دست سیاست دیگری است نمیتونه عمل بکنه و نمیکنه. و البته باید نظرات دو طرف رو شنید، یعنی ما وقتی نظرات اعضای بالای حزب توده رو میشنویم عدهشون میگن حتی در روزی هم که به مصدق حمله شد و او رو فرو کشیدن خیلی از افسرها رفتن ولی کاری دیگه نتونستن بکنن. یا مثلا برخی که از ضعف‌های دکتر مصدق در برخورد صحبت میکنن، الان در این مسئله رو مطرح میکنیم، بعد به داوری خواهیم رسید، بعد خودتون خواهید رسید. مثلا میگن صبح 25 مرداد دکتر فاطمی با لباس خانه به سراغ دکتر مصدق رفت و گفت من دیگه نمیخوام وزیر خارجه باشم، مرا وزیر دفاع کنید. مصدق گفت برنامه تان چیست؟ فاطمی پاسخ داد برنامه من این است که تا ظهر امروز 50 نفر را اعدام کنم. مصدق با صدای بلند فریاد زد با چه قانونی؟ فاطمی گفت با قانون انقلاب. مصدق جواب داد قانون من قانون اساسی است، قانون انقلاب نیست. فاطمی گفت قانون من قانون انقلاب است. وقتی فاطمی از اتاق بیرون آمد رو به دکتر غلام حسین مصدق کرد و در همان حال که عصایش را بلند کرد و گفت غلام این پدر تو ما را به کشتن می‌دهد. این حتی پس از
تظاهرات طرفداران حزب توده در 27 مرداد، خلاصه مصدق دستور سرکوب هر گونه تظاهراتی رو که در آن لغو سلطنت مطرح شود به ارتش ابلاغ میکند و حالا خواهیم رسید به اون دوره، ما اون رو تو اونجا باز خواهیم بگرد که علتش چی بود که سفیر آمریکا چطور به مصدق فشار آورد که اگر که اندرسن که اگر که شما اینا رو جمع نکنید خلاصه وضع علیتون خواهد شد و اینجوری بود که مصدق در حقیقت خودش این مقداری خل سلا کرد. در حال بحث سر حزب توده است. حزب توده تاریکی ها و روشنی هایی داره. تاریکی هاش خیلی ازش بحث شده ولی روشنایی هایی هم داره که من بهش اشاره کردم و باز هم در ادامه این صحبت ما داریم سانتیمتر به سانتیمتر جلو میریم تا برسیم به اون زمانی که مصدق رو فرو میکشن و دربار پیروز میشه و بعد سرنوشت حزب توده رو نیز ما دنبال خواهیم کرد و خیلی وقایع رو در ادامه ای را خواهیم دید. ممنون، سپاس و صد سپاس. اما ما جلسه گذشته یادمه که راجع به این ماجرای نشریات حرف زدیم، گفتم آقای باسطوت لختی پیش که برنامه داشت گفتش که آقای یغمایی به این روزنامه ها اشاره کرد ولی دلایلش رو نگفت چرا روزنامه ها این کار میکردن. البته ایشون یه افکار راستگرا داره و یه جور تقابل با چپ و کمونیست داره، حقشه که اونجوری فکر کنه. بنابراین از اون منظر فکر میکنه که مصدق مثلا یه آدم چپی بوده، وابسته بوده و به ضرر مردم کار کرد، نگاهش. اما حالا صحبتم اینه که وقتی راجع به نشریات صحبت میکنین، آیا نشریات حزب توده هم در این سیاه نمایی نقشی داشتن یا فقط همون، چون میدونی که سالهای 1320 دوره است که بارها راجبش حرف زدیم، وقتی که رضا شاه از ایران بیرون میرود به روایت می کسانی که در اون دوران و دستگاه حکومت صاحب منصب بودن، شغل و مقامی داشتن، نوشتن که ما از رفتن رضا شاه بسیار خرسند شدیم، جشن گرفتیم، خوشحال شدیم. اما دو سالی، علی اکبر خان سیاسی می نویسه، میگه دو سالی بیش طول نکشید که دیدیم ای بابا چه بلایی به سر اومد. هر خان و خانزادهی صاحب نشریه شده و در این نشریاتشون یه پولی می گیرن، علیه این می نویسن، اون یکی پول میده علیه اون یکی می نویسه و یه فضاحتی بوده. در حالی که خب از یه طرف دیگه که نگاه میکنی اوج آزادی است، همه آزادن حرف بزنن و حتی مصدق به این موضوع پای فشاری میکنه که اگر روزنامه ها علیه من مینویسن کسی حق نداره اینا رو بهشون معترض بشه. حالا سوال اینه که آیا با توجه به تحقیقی که شما کردی، آیا نشریات حزب توده هم در این ماجرا، در این سیاه نمایی نقش داشتن یا نه؟ چی بوده داست؟ ببینید آقای بمانی، من باز تأکید میکنم اگر که مقوله هویت ملی برای ما مقدس نباشه ما سرنوشت بدی خواهیم داشت. همه ما حق داریم، هر اعتقادی داریم داشته باشیم، این جمله آقای باسطوت هموطن هست با یک نظری که با من تفاوت داره، ولی اگر ما ایران رو دوست داشته باشیم، فرهنگ ایران، ملت ایران رو، میریم با هم دعوا میکنیم، یعنی خانه اگر وجود داشته باشه ما هم دیگه رو به چالش خواهیم کشید. مثل اروپا، اینجا حزب راست هست، چپ هست، میانه هست، ولی وطن موقعی به خطر میفته اینا همه کنار هم دیگه وای میسن. تراژدی ما اینه که وقتی که روی زمینه ملی احزاب و سازمان ها نروید و سر بر آستان بیگانه، جهان ما جهانی نیست که توش جهان اون بهشت خیالی که
خلاصه نشون دادن که آقا مرزها رو وردارید. آره نیما میگه دنیا دهکده من است، قشنگ. یا نرودا میگه دنیا خانه من است. آره روزی باید برسه که یک پرچم بکوبیم روی زمین، روش نوشته باشه انسان، طبیعت، و همه مرزها رو ورداریم. ولی تا اون زمان جهان عرصه تنازع بقاست. شما نگاه بکنین الان از عجایب روزگار اینه که در جدالی که الان در ایران وجود داره، دو تا دولت کمونیست گردن کلفتی که نیم بیشتر جهان زیر علمش، در دو طرف ولایت فقیه ایستادن، چین و شوروی، از کی دارن دفاع میکنن؟ یا جناب خامنه ای میره تو کره شمالی 15 سال قبل تبر و شیپور براش میزنن. ببینید صحنه تنازع اینا بازیه، بازی است. آره مارکس انسان بسیار شریف و بزرگی بود و خیلی از کمونیست‌ها از انسان‌های شرافتمندی بودند، ولی احزاب سیاسی دنبال تیکه گوشت ملت‌های دیگه هستند که سر سفره به نیش بکشن. اگر ما حواسمون نباشه، اگر خلاصه هویت ملی و میهن خودمون رو پاس نداریم، بازیچه خواهیم شد، خائن خواهیم شد، مزدور بیگانه خواهیم شد، همونطوری که در طول تاریخ خواهیم دید. ببینید مشکل حزب توده سیاست دوگانه است. انسان‌های شریفی که با ایده‌های والای انسانی پا به میدان گذاشتن، ولی تحت تأثیر سیاستی که بلافاصله اندک زمانی پس از انقلاب اکتبر سرخه رو کج کرد. ما تو زندان که بودیم، اینقدر من خودمو میگم خام بودم و همسانان من، که اگر کسی به ماو ستون چپ میگفت یا به استالین، اون موقع من مسلمان عصبانی میشدم. و اینقدر بس خراب بود که ایدی امین آدم خار رو به خاطر اینکه تجار انگلیسی رو گرفته بود سوارشون شده بود، یعنی تخت روان چه بر دوشون ها گذاشته بود، محبوبیت داشت تو دانشگاه. این همه خام خیالی، از این خامی باید بیایم بیرون. حزب توده به دلیل سیاست دوگانش ما میبینیم که کلی فعالیت های مثبت میکنه، ولی در این دوره یکی از اصلی ترین چیزهایی که حزب با مصدق داشت این بود که تا قبل از اینکه سر و کله جبهه ملی پیدا بشه، ببینید متشکل ترین حزب حزب توده بود، ولی وقتی جبهه ملی پا به میدون گذاشت، این تبدیل شد به یک رقیب بسیار جدی در سطح ملی و این رو شوروی بر نمیتابید. و طبعا به کسی که نخشمون وصل بود، یعنی حزب توده، خلاصه دیکته میکرد آقا جون حواست باشه، هر چی هم انسان شریف اینجا بودن نمیتونستن که از زیر سلطه یک قولی مثل استالین که نیمی از جهان رو زیر نگین انگشترش داشت سر بتابه. بعد از شهریور 1120 تا انتخابات دوره 16 مجلس، حزب توده خودش رو یگانه سازمان سیاسی متشکل در مقابل دولت‌ها قلمداد میکرد و این واقعی هم بود، یعنی واقعا قدرتمند. ولی الان میدید که نه خودش، چون خودش عینکه که به چشمش عینکه استالین بود، معروف که نداریم که، قول معروف همونطوری که ما داریم خدا رو هم به نقد میکشیم، پیامبر هم به نقد میکشیم. خب من که شبها راه تقوا زدم با دف و چنگ به قول حافظ، از این چیزا که نباید ترسید. که این حزب و دولته که این بهش وصل بود شاهده جذب نیروهای ملی، روشنفکران، بازاریان، آخوندها، کارگران در جبهه ملی شدن و این اصلا به مزاق این پدر بزرگوار این حزب خوش نمی اومد. و یکی از دلایلی که شروع کرد به کشتابی با مصدق همین بود دیگه، چون که دید که آقا رقیب پیدا شد. این بعد از خروج رضا شاه تا این زمان منسجم و متشکل، انواع روزنامه ها، محبوبیت واقعا تو مردم. و بعض اینکه حزب جبهه ملی درست شد، دید که خلاصه این دره اینا رو میخوره. و به همین دلیل بنا به دستور خلاصه اون کعبه اصلی، بدون اینکه خیلیشون معتقد باشن، چون افراد روشنفکری بودن، ولی وقتی من خودم تو سازمان سیاسی بودم دیگه، وقتی که میگن آقا اینطوری فکر کنید، تا موقعی تو تشکیلات آدم نمیتونه تکون بخوره، حتی بلند میشه به دستور رهبر تو صورت شوهر یا زنش توف میندازه که تو ضد انقلابی، در حالی که دوتایشون سالها جنگیدن و برای خود من اتفاق افتاده تو این تشکیلات. حالا حزب توده که قابل مقایسه نیست، خیلی گسترده تر بود.
حزب مصدق رو نماینده افراطیون داخلی و عامل امپریالیسم آمریکا میدونستن بنا به دستور کعبه آمار. و همین دلیل ما شاهدیم که مطبوعاتی که اینا داشتن، که خود مصدق هم این مطبوعات آزادی تام و تمام داده بود، یعنی دفعه قبل من گفتم که یک دستورالعملی مکتوبی نوشت که به هیچ وجه مزاحم کسانی که به من دشنام میدن، فحش میدن، حتی بهش میگفتن چنگیز خان مغول، نمیدونم خونریز، جنایتکار، اینها رو دستگیر نکنید. و اینجا بود که ما شاهدیم که در زمینه مطبوعاتی یک سیاست دوگانه ای رو خلاصه شروع میکنه به تاختن به مصدق. مجموعه مؤثری از نشریات و روزنامه هایی داشتن اینا که هست در آرشیف ها نمونه هاش و چیزهایی که درباره مصدق نوشتن، بعضیش واقعا شرم‌آوره. اینه پایه رو من گفتم، پروسه مقابله جبهه ملی با حزب توده، تضعیف حزب توده به عنوان پایگاه شوروی، مستقل نبود، یه تعارف نداریم که حزب توده وابسته بود. اینو تمام کسانی که الان هستن خودشون خیلی خوب احساس می‌کنن، هنوزم دفاع میکنن، اشکالی هم نداره، ریا نباید کرد. یکی از نشریات خیلی معروف اینا نشریه به سوی آینده بود، بزرگترین نشریه در اون روزگار بود، چندین هزار تیراژ داشت، هواداران بسیار زیادی در میان مردم داشت، فقط کمونیستان نمیخوندن، خیلی از مردم عادی غیر کمونیست حتی مذهبی این رو میخوندن. بزرگترین پایگاه فکری حزب توده بود که بیشترین حملات و انتقادات رو به دولت مصدق همین نشریه به سوی آینده بزرگ خلاصه به عهده داشت. بعد این توقیف شد، روزنامه آخرین نبرد، شهباز، چلنگر، فرمان تاریخ، نوید آزادی، آدینه، اینها نشریات دیگه حزب توده بود که علیه مصدق میتاخت. مثلا روزنامه آخرین نبرد بعد از حوادث 14 آذر، ببینید این تیپی که در نشریات حزب توده است با حملات شدید به دولت دکتر مصدق نوشت: ما فریاد تنفر و اعتراض خود را بر ضد رژیم ترور، آدمکشی، غارت و دزدی اوباش و اراذل دولت دکتر مصدق و مظالم پلیس قانون شکن رو بلند میکنه. ببینید تفاوتی گفتم در نقد تعارف نیست، هر چه میخواهند دشنام بدن. بسیار جالبه، این فدایان اسلام، این شبان بیمخ، این به خاطر دفاع مصدق نیست، به خاطر اینکه کدام رژیم ترور مصدق کیو کشتون داره، آدم کشی، غارت و دزدی اوباش و اراذل، اینا که همه علیهش بودن، که اگر آدم میخواد منصفانه برخورد بکنه اینو تو روزنامه‌اش می‌نویسه. یا نمونه دیگه، همچنین در همین روزنامه: کین و نفرت بر حکومت مردم کش و غارتگر مصدق السلطنه، فرمانبرداری چاکرانه از امپریالیسم هار آمریکا، ایجاد کشتارهای دست جمعی مردم، غارت و تخریب جمعیت‌های دموکراتیک، قلع و قمع مطبوعات مخالف، به راه انداختن دستای اوباش و چاقوکش، سوزاندن کتاب و روزنامه، برقراری حکومت چاقو و شلاق و سرنیزه، این هاست بیلان 8 ماه دولت مصدق. من زیر یوتیوب رفرنس ها رو خواهم گذاشت که از کدوم نشریه است. ببینید باید گفت بدون تعارف تفاوتی با علم الهدا و خامنه ای و خمینی این نوع تفکر نداره. حتی آخوندا به نظر من جرات نمی کنن اینجوری بتازن. تو دوره ای که از 6 طرف زیر ضربه، چون پدر عقیدتی نشسته تو مسکو دستور میده تودهی ایرانی که باید به فکر منافع ملیش باشه، کسی رو که میتونه نقد بکنه مصدق نه خدا بود، کلی هم اشتباه کرد، ولی این که حکومت مردم کش و غارتگر مصدق و سلطنه، چاکر امپریالیسم، ایجاد کشتارهای دست جمعی، تو جامعه اون روز توجه داشته باشید، مثل الان که نبود سال 32 که اینا تأثیر میذاشت. بعد در کنار این روزنامه های راستگرا با دشنام، تهمت، کنار این آخوندهایی که بالای منبر شروع میکردن، در حقیقت اگر بخوام تشبیه بکنم نشریات وابسته به حزب توده یک توپخانه ای بود که دائما داشت به دکتر مصدق شلیک میکرد، از یک طرف عامل غرب میدونست و
کوشش میکردن آمریکایی بودن رو مصدق و ثابت کنن. از سوی دیگه همین در همین زمان نشریات وابسته با آمریکا میگفتن مصدق وابسته به شوروی کمونیست داره میاد، زنهاتون رو عمومی خواهم کرد. و واقعا برخی از کتابایی که وجود داره واقعا بعضیش خوندنیه، مثل ناگفته‌های از دولت دکتر مصدق، دست نوشته های محمد ابراهیم تیمور کلالی که چاپ شده، زبیه سپهر ایران در دوران مصدق، همایون کاتوزیان، اقتصاد سیاسی ایران، واقعا نمونه های، یا یروند ابراهامیان که واقعا کارهای قشنگ کرده، اینا نمونه های خلاصه بسیار جالبی. حالا وقتی که سالها میگذره ما شاهدیم آقای عمویی مثلا سال 91 من یک چیزی ازش خوندم که اعلام کرده بود که شکست مصدق شکست حزب توده ایران بود. یعنی این حرف درسته، شکست همه احزاب سیاسی بود، حتی شکست محمد رضا شاه بود. من بعدا صحبت خواهم کرد که قربانی اینجا هر دو طرف شدن و این وسط دودش رفت به چشم ملت ایران و این حکومت نکبت. این کسایی که فحش میدن به مصدق، خواهش میکنم دوستان که دشنام میدن به بنده دشنام بدن، به یک کسی که 50 ساله که در میان ما نیست دشنام ندن. ببینید شاه و شاه مصدق رو، شاه رو مصدق به زمین نزد که، مصدق شکست خورد در مقابل شاه، شکست نظامی خورد، البته شکست سیاسی نخورد، مون تو فرهنگ ایران تا الان تا به نقد کشتی بشه اگه لازم باشه شکست سیاسی بخوره، ولی مونده. این دشنام هایی رو که به مصدق میدن باید به خمینی بدن. ولی جالب اینه که رفتن 50 سال قبل، در حالی که این آقای عمویی به درستی میگه شکست مصدق شکست حزب توده ایران بود، بعد شاهد شدیم که 600 نفر از اعضاشون گرفتن زندان های 30-40 ساله، عده ای رو تیربارون کردن کشتن، حزب رو در هم کوبیدن و این حزب کامل تبدیل شد به یک زائده ای که دیگه اصلا تو ایران اون ارتباطاتی که با مردم داشت نداشت، تا سرگلش تو خلاصه بعد از سقوط پیدا شد، سقوط سلطنت که دیری نپایید که شاهد شدیم اعضای خلاصه دلیری رو مثل شلتوکی و باقرزاده و اسماعیل زلغت رو خیلی دیگه رو بستن به جوخه اعدام و بقیه هم یا فرار کردن یا در زندان عمرشون سپری شد. این در حقیقت سیاست دوگانه حزب توده بود، حزبی که فرزندان دلیری ملت در پایه بودند، ولی به دلیل وابستگی فرق نمی کنه، وابستگی به شوروی باشه یا آمریکا یا انگلیس یا عراق یا لیبی یا نمیدونم یا عربستان سعودی، وابستگی وابستگی است. پرنسیپ های انسان مبارز اینه که وابسته به ملت و میهنش فقط باشه، هر نوع وابستگی به غیر به نظر من خیانت، مگر توی رابطه سیاسی درستی که دولت ها با خود مصدق مثلا میخواست داشته باشه، یا مثلا دولت ایران زمان شاه قرارداد میبست برای راهن ایران یا ذوب‌آهن ایران با شوروی، این اشکال نداره. ولی اینکه خطی حزب دیگه، نوکری دیگه، اینو بردهداری جدید و غلام بودن تو دنیای سیاست، دنیای بسیار بسیار خشن و بی‌رحمیه. تا موقعی که نونها با آدم از یک کشور بیگانه برسه، باید خطوط اونو دنبال کنه، حتی اگر شریف‌ترین آدم باشه، و تبدیل میشه و تحول پیدا میکنه، مسخ میشه و میبینیم که علیه منافع ملی خودش خلاصه موضع میگیره. این ماجرای حزب توده و سیاست دوگانه‌اش نمونه بسیار روشنی است در برابر مصدق. این اندکی است از این داستان پر آب چشم. اما داستان ادامه دارد، ما فرصت چندانی نداریم و بریم سراغ، نمیتونیم بریم واقعا چون این خیلی مفصله. من از شما اجازه میخوام که این ادامه این موضوع رو به هفته آینده هم من متاسفانه در خدمت شما دوستان نخواهم بود، به علت اینکه داریم جا به جا میشیم، از این مکان میریم به مکان محقرتر و کوچکتر و از اینها اجازه نمیده بیش از این از این مکان استفاده کنیم. بنابراین هفته آینده هم در خدمت شما نخواهیم بود، وامی گذاریم به دو هفته دیگر. به هر حال این
وقایع بسیار مهم است. این دوره تاریخ ما آثارش رو امروز میتونیم ببینیم. من داشتم یه کتاب آقای مستاقی رو نگاه میکردم، همینجور ورق میزدم، تورق بهش میگن، بخشش باز میکنیم. واقعا وقتی بر میگردی 40 سال پیش از این، خیلی زیبا مستاقی نوشته که یه جامعه شاد، یه جامعه رنگی، یه جامعه که از همه نظر آزادی داشت و مشکل فقط اون بخش دستگاه حکومت بود که راه رو باز نمی کرد برای سایرین، یه حلقه بسته بود، در حالی که مملکت در حال توسعه و پیشرفت بود، خودشون خرج کرده بودن، جوونا رو به خارج فرستاده بودن، با سهل‌ترین شرایط اینا رفته بودن بیرون، تحصیل کرده بودن، برگشته بودن، میخواستن مشارکت کنن در امور مملکت، اجازه مشارکت نداشتن. فرزند فلان آدمه، پسرموی بهمان آدمه مصدر کار بود، ولی فرض کنید که اسماعیل وفا یغمایی حق نداشت در اون شرایط قرار بگیره، حتی اگرچه از نظر تخصص و کارایی از اون مهره دیگر قدرتمندتر بود، این شرایط سختی رو ایجاد میکرد. این که امروز جوونا میپرسن که از چه بود، همه چی که خوب بود، پس چرا انقلاب کردی؟ نمیشه جامعه‌ای بی خودی بیاد تو خیابون علیه خودش انقلاب کنه. دستگاه حکومت محمد رضا شاه این شرایط رو به مردم ایران تحمیل کرد. او بودش که خمینی رو بر مسند قدرت نشان. این او بود که اصلا کلمه انقلاب رو گذاشت تو دهن مردم با این لفظ که من صدای انقلاب شما رو شنیدم. امروز میگن که اون نامه رو همجوری سردستی بهش دادن، اون خب نباید میخوند، نباید میکرد. نشون میده که این آدم چقدر ضعیف بوده و با کوچکترین تزلزلی، حالا میرسیم به بخشای همین ماجرای 28 مرداد، خروج محمد رضا شاه از ایران، حتما آقای یغمایی در این زمینه مطالبی رو بیان خواهند کرد. به هر حال وقتی نگاه میکنی به 40 سال پیش و امروز رو باهاش مقایسه میکنی، حتما برمیگردی به این وقایع سالهای 30. بی تأثیر نبوده، اصل حرکت از اونجا آغاز شد. به حال آقای یغمایی، نهایت سپاس رو ازت دارم و مثل همیشه از اینکه مهر میکنی و این فرجه رو در اختیار ما قرار میدی برای خودت، عزیزانت، خانواده محترم و گرانقدرت آرزوی بهترین دارم تا 2 هفته دیگر و ادامه این گفته بود. ممنون از شما. صداتون رو نداریم. من صدای شما رو ندارم آقای یغمایی، نمیدونم چرا صدای شما قطع شده. شما بمانی و امید دیدار در 2 هفته دیگه. و به دوستان عرض میکنم که ببینید، سانتیمتر به سانتیمتر، واقعا من برنامه قبل از این دوران رو مثلا به جز کارهای سالانه 2 روز کار میکردم، این تمام هفته است که من وقتم رو میذارم، میریم جلو، از هر نوع در کنار هم میخوایم ببینیم. همینقدر به دوستانی که عصبانی هم بگم، ببینید من هیچ علاقه‌ای، اگر که الان سال 57 بود، به سقوط محمد رضا شاه و ظهور خمینی نداشتم. کمر تاریخ ایران شکست، اگر تو انتخاب دیگه نبود، اون رفت، خمینی اومد. ولی الان تمام بازیگران رفتن، ما موندیم و این مملکتی که زیر نعلین آخونده، باید کنار هم باشیم و اول اینو نجات بدیم. بنابراین تحمل کنیم همدیگر رو با هر عقیده‌ای، به خاطر اینکه این مام میهن فرزندان گوناگونی زاییده از ترک و لور و عرب ایرانی و ترکمن و فارس و بلوچ، اینا همینطور در اندیشه، از سوسیالیست تا
شهریاری طلب تا نمیدونم ملی، ما فرزندانی میانیم کنار هم دیگه باید باشیم، واقعیت رو بشنویم. الان صحبت خواهیم کرد و شما این نظراتتون حتما بنویسید. ممنونم. بسیار سپاسگزار از مهرت. ممنون آقای یعقوبی. متشکرم از شما. بها دوستان، شنیدیم فرمایشات آقای یغمایی رو. امیدوارم این صحبت ها نیز کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه ها مورد توجه شما هست که هست، آمار و ارقام هرگز دروغ نمیگویند، مهر کنید و سایت میهن رو به دوستانتون معرفی کنید تا به سایت میهن بیان، بتونن از بخش مقالات، یادداشت‌های روزانه، اطلاعیه‌ها، آخرین اخبار جهان، به نظر من خیلی هم خوبه، من هر روز یه دوبار یا سه بار، دوبار 100% گاهن سه بار سر میزنم و یه دوری این اخبار رو مرور میکنم. میدونی که این هر 15 دقیقه خودش رو روز رسانی میکنه، آپدیت میکنه. ولی خواهش میکنم این رو علی خصوص به جوونا معرفی کنید، چون هیچ سایت فارسی زبانی چنین امکانی نداره. اپلیکیشن میهن رو دانلود کنید، شبکه های اجتماعی رو دریابید، لینک ها رو لایک کنید و شیر کنید. این تقاضای ماست. بعد هم مشکل مالی هست، اگر میتوانی در این زمینه یاری برسانید، اگر باور دارید. سپاس از همه مهر شما.